درود بر شما، باز هم همه جور و سرکو سلامت باشین. روز یک شنبه هست، شنبه تاریخ 29 ماه مه 2022. باز هم در خدمت شما عزیزان هستم. خواستم یک یادآوری دیگری باز از جنایت کرزی کنم. این 4-5 روز است که من هر روز چند دقیقه راجع به جنایت کرزی صحبت میکنم. طبعا بعضی دوستان زود فراموش میکنن، ولی تاریخ فراموش نمیکنه. آدم های بسیار اینها رو یاداشت میکنه و یک شخصیت میشناسه که چقدر منافق و شیاد هست. دوستان عزیزان، شما بیرین که اسم میدان هوایی کابل یا فرودگاه کابل تغییر دادن و علازه زایشا با وصف از که معنی شاه بودن یک معنی خاص خود داره، میتونه همه چیز داشته باشه. این آدم همین میدان هوایی کابل به اسم خود ایفخ نکرد و بنام میدان هوایی کابل یا بمو همیشه بوده و مردم جهان و دنیا و همه مورد به نیست مشنفه. سردار مدوتان همین کار نکرد، همین چپی ها هم این کار نکرد، نه حفظ الله همین مغرور کرد، نه بردک کارمر کرد و نه نجیب. ولی ما میبینیم که آقای کرزی که هیچ کار برای مردم نکرده، جزی که مردم گفته دزدی کنیم، رشوت بخوریم، نوکری کرده، توسط آمریکایی ها آمد. مردم هم همه اگه فلانی خائن فلانی خائن فلانی نوکری گیره، خب مستقیم همه ما شما شاهد هستیم که از سمت شمال واردش کرد، آوازش با گروه سازمان سیا، همه خب فلم هایش هست، اینا رو همه رو میدونیم. و این آدم توسط شاگرد وفادارش غنی فراری جنایتکار میدان هوایی رو به نام خود آقای کرزی در قصر ششتم و شما در وزارت مالی افغانستان در بودیجه بریم، معاش و مخارج و خرج دسترخوان زیاده ما شما ببینیم. زمین آقای کرزی بر خود یک قانون درست کرد، اینها از خون مردم هیچ سیر نمیشن و بازی یک در دولتچی هایش، یک در از ایزار بلکشال هایش باز می آین از این کرزه تعریف می کردن، دول می داختن، نه تن می داختن، دول می داختن. در خاطر چی؟ به خاطر که امینا را در قدرت آورد، امینا را حمایت کرد. بیشتر از 50 تا ویدیوی هزی موجود هست که من با طالبان پشت پرده کار می کردم و از طالبان دعوت کردیم که در افغانستان بیان. قدم به یک شکل گفته میتونه که تمام همین قتل و قتال و 7400 انتحاری یا 300 انتحاری مسئولش همین آقای کرزی است. میگن کمیز ویلای مجاهد در خانه ازی زندگی میکرده، 10 سال در خانه ازی بوده زندگی کرده و از عمود تمام گزارشات هم میدونه. مثل که دیروز گفتم اخبالواق در ولایت فرا نفرا در دست پتیا و خوست از عمود انتحاری کرده و از عمود براخت حتی بادیگار داده بود. دیگه این یکی از جنایت دیگری آقای کرزی است که شما مردم باید بدانید. من کوشش میکنم که هر روز یک جنایت ازیرم و اینا آنقدر فروخته شده هست، آنقدر یادم ذلیل هست و مثل غریب که اینا وقتی که در خارج امریکا خارج افغانستان نمودن همیشه به زبان انگلیسی صحبت میکردن. چرا به زبان انگلیسی؟ معنی نداشت که حرف از اینا رو بفهمن، نیاز نداشت. اینها باید مردم آمریکا، مردم اروپا رو قانع میساختن که مرک اونجا فرستادی، من برای که این کارا رو میکنم. با زبان از اینا صحبت میکرد و مردم بیچاره افغانستان حرفش نمیفهمید. این یکی از جنایت بسیار بزرگ دیگر آقای کرزی امروز خدمت شما عرض کردم. تا برنامه بعدی خداوند یار و مددگارش.